ژاپن سرزمین شگفتی‌های گوناگونه و این کشور سومین اقتصاد بزرگ جهان به حساب میاد. با پایین‌ترین نرخ جرم و جنایت، اختراعات نوآورانه، فرهنگ‌های مد و سرگرمی، سنت‌های باستانی که در طول قرن‌ها پایدار بوده و ترکیب آداب و رسوم غربی و شرقی اون شناخته شده. اگرچه مدارس ژاپنی شباهت‌هایی با مدارس غربی مثل لباس فرم، امتحانات و غیره دارن، اما در مدارس ژاپنی جنبه‌های مختلفی هم وجود داره که ممکنه برای بسیاری از بازدید کنندگان این کشور تعجب آور باشه. ژاپن با داشتن سیستم آموزشی مستقل خود به گونه ای متفاوت جوانان رو پرورش میده. سلام، به کانال میلیونر شو خوش اومدین. امروز قصد داریم به قوانین عجیب و غریب مدارس ژاپن بپردازیم. با ما همراه باشید. پوشیدن کیف‌های مشابه و یک رنگ. قوانین عجیب مدارس ژاپنی. ژاپن کشور شگفت‌انگیزیه که هرگز دست از حیرت زده کردن خارجی‌ها بر نمی‌داره. حتی یک سال تحصیلی در این سرزمین از اکتبر نه بلکه از آوریل شروع میشه و تا مارس ادامه داره. اما این تنها جنبه جالب سیستم آموزشی ژاپن نیست، بلکه خیلی موضوعات دیگه هم هست که احتمالاً در مورد اونها نمیدونید. بچه‌های کلاس اول تا ششم در ژاپن در مدرسه ابتدایی درس میخونن. کلاس‌ها هر سال عوض میشن و جای معلمان هم عوض میشه تا دانش آموزان فرصتی برای ملاقات با افراد جدید رو داشته باشن. در این 6 سال بچه‌های مدرسه کیف‌های مدرسه‌ای مشابهی رو می‌پوشن که به اون راندوسی رو میگن. همچنین در محافظه‌کارانه‌ترین مدارس هم دختران راندوروس قرمز می‌پوشن، در حالی که پسران راندوروس سیاه دارن. اما این قانون رنگ در همه جا یکسان نیست. مردم محلی میگن خیلی از دانش آموزان کلاس اولی کلاه زرد می‌پوشن تا دیگران از دور متوجه اونها بشن. معلمان دانش آموزان رو از کلاس اخراج نمی کنن. در بسیاری از کشورها بیرون کردن دانش آموزانی که رفتار ناشایست دارن از کلاس یک کار کاملا عادی به حساب میاد. اما در مدارس ژاپن این کار برخلاف قانونه و در ماده 26 قانون اساسی ژاپن اومده همه مردم حق دارن که از آموزش برابر برخوردار بشن. به همین دلیل معلمان ژاپنی جرأت نمی‌کنن که دانش آموزان بی‌انضباط رو از کلاس بیرون کنن و در نتیجه معلمان ژاپنی عادت دارن که با این گونه دانش آموزان کنار بیان. البته در برخی موارد نادر در صورت بی‌انضباطی مستمر دانش آموز این اتفاق رخ خواهد داد. ممنوعیت این کار در ژاپن به این دلیله که اگر دانش آموزان بی‌انضباط از کلاس اخراج بشن، از آموختن بخشی از درس خود باز میمونن. آرایش در مدارس ژاپن ممنوعه. خیلی از مدارس دختران رو از آرایش کردن منع میکنن. برخی مدارس در هر کلاس یک بطری آب میسلار دارن. اگه معلمان دختری رو با آرایش ببینن، اون رو وادار میکنن صورتش رو پاک کنه. تقریبا نیمی از مدارس ژاپن از دختران میخوان موهای مشکی صاف داشته باشن. اگه موهای اونها این استانداردها رو نداشته باشه، باید ثابت کنه که موهاش رو رنگ یا فر نکرده. برای این کار اون باید یک گواهی واقعی مو رو که توسط والدینش امضا شده و همچنین عکس‌های دوران کودکیش رو نشون بده. دبیرستان از کلاس دهم تا دوازدهم ادامه داره. برای رفتن به کلاس دهم دانش آموزان مدرسه باید در آزمون پذیرش شرکت کنن. آموزش یک ساله اقتصاد خانه. برنامه درسی یک دانش آموز دبیرستانی معمولی شامل موضوعات ضروری و اختیاریه، اما بخش مهم اون شامل یک دوره یک ساله اقتصاد خانه است که دانش آموزان رو برای زندگی خانوادگی آماده میکنه. دانش آموزان مدرسه آشپزی رو یاد میگیرن، پسنداز رو میآموزن و در مورد اهمیت خانواده بحث میکنن. موضوعات اختیاری گاهی شامل ماهیگیری و کشاورزیه. علاوه بر کلاس‌های مورد نیاز، تقریباً نیمی از دانش آموزان دبیرستانی دوره‌های مقدماتی آمادگی برای امتحانات ثبت نام دانشگاه رو می‌گذرونن. هیچ سرایداری برای تمیزکاری وجود نداره و دانش آموزان خودشون مدرسه رو تمیز می‌کنن.
مدارس ژاپنی نیازی به سرایدار ندارن، چون دانش آموزان، معلمان، مدیران و حتی بالاترین مقامات مدرسه همگی در تمیز کردن قسمت‌های مختلف مدرسه دخالت دارن و هر کسی به وظیفش در حفظ و نگهداری مدرسه عمل می‌کنه. از طریق این شیوه منحصر به فرد در مدارس ژاپن، دانش آموزان نه تنها مفهوم پاکیزگی رو درک می‌کنن، بلکه به عنوان اعضای مسئول جامعه هم آموزش می‌بینن. مفهوم سرایدار در مدارس ژاپن کاملاً عجیب و غریبه. به نظر شما قوانین مدارس ژاپن سختگیرانه است یا باعث پیشرفت این کشور شده؟ لطفاً نظراتتون رو برامون کامنت کنید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراهمون بودین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.